درود فراوان به شما بینندگان عزیز این رسانه تصویری در جای جای جا جهان پهناور خصوصا در کشور عزیزمان ایران و همه فارسی زبانان ایرانیانی که در جای جای جا جهان پراکنده می باشند سخن امروز در شرایطی بیان می شود که بسیاری از هموطنان ما در یک جنگ نابرابر و غیر عادلانه نهایت تلاش و کوشش خودشان را برای پیروزی انجام میدهند آنها پیروز خواهند شد هم ما پیروز خواهند شد شکی در این نیست اما آنچه که امروز با شما عزیزان میخواهم در میان بگذارم نکات جالبی است که شاید کاربرد داشته باشد و برای پیروزی به شما نازنینان کمک کند اول سخنم با کسانی است که در خانه ها مینشینند. نشینند اگر شمایی که در خانه می نشینید لختی فکر کنید و بیاندیشید که اگر در این مبارزه شرکت نکنید به بیماری سرطان با تزریق آمپول های مختلف با هوای آلوده، با غذای آلوده، و و بسیاری از مسائل دیگر عمری نخواهید داشت و با زجر در روی تخت بیمارستان جان خواهید سپرد آنگاه از جای خود حرکت خواهید کرد چون اگر شما همگی با هم بیرون بیایید احتمال پیروزی شما صد درصد بلکه هزار درصد است همکنون صد درصد است ولی در آن شرایط زمان بسیار کوتاه خواهد شد پس بنابراین نه خفت و خاری را بر خود بخرید و نه اینکه زجر بیماری را از جای خود حرکت کنید به این فکر نکنید که من سالم باشم بگذار آنها بروند و پیروز شوند ما هم بعدها استفاده خواهیم کرد این طرز تفکر غلط مسلما همسایه شما دوست شما آشنای شما میداند که شما در خانه بوده اید. و حتی تصور این که آنها چگونه در مورد شما قضاوت می کنند باعث شرمتان باید بشود پس بنابراین همین لحظه تصمیم بگیرید همراه دیگر یاران باشید نکته دومی که میخواهم با شما نازنینان در میان بگذارم بارها گفتم و باز هم تکرار میکنم کسانی که از خشونت بیزارند و نمیخواهند کسی را صدمه بزنند یا بکشند لاقل با یکدیگر متحد شوند و این عناصر ناپاک را که برای سرکوب شما میآیند شناسایی کنید آنها را دستگیر کنید و در زمین خانه هایتان آنها را زندانی کنید آنها را زندانی کنید برای روزی که پیروزی از آن شما خواهد شد و آنها را به پای میز محاکمه خواهید کشان فرزندان میهن را اینها می بایند و زندانی می کنند این حق مسلم شماست که آنها را بگیرید و زندانی کنید پس از چه می ترسید؟ اگر به عنوان یک ایرانی در آن کشور زندگی می کنید این دین شما هست به آن مملکت و بایستی این را عملی سازید کسانی که متحور هستند و شجاع باید از خرد خود بهره ببرند و این شجاعت را با خرت تو هم سازن. شما بسیار تا بسیار موتور سوار میبینید به خیابان می‌آید. شما دست خالی با او چه می بکنید؟ او با باتوم و گاز اشکاور و غیره آمده است برای سرکوب شما. حداقل لوله های فلزی آب و س... نه چندان سنگین. به طول ۳۰ یا چهل سانتی متر همراه خود داشته باشید به محض اینکه به شما نزدیک میشوند با این لوله ها به کمر آنها به پس گردن آنها و حتی به بیزه های آنها بزنید آنها را فلج کنید آنها را از کار بیاندازید در میدان جنگ شیرینی و میوه تعارف شما نمی‌کنند. پای جانتان در میان است. شما وقتی در یک جنگل با یک خرس، با یک ببر، با یک پلنگ مواجه می‌شوید، مجبورید از خود دفاع کنید. اگر چوبی در کنار دست شما هست، با آن چوب اگر تفنگ در کنار دست شما هست با آن تفنگ این حیوان درنده را باید سرکوب کرد آن حیوان درنده گرسنه است که به شما حمله می کند ولی این حیواناتی که در لباس سردار و بسیجی و نیروی انتظامی و نیروی ضد شورش و غیره شما میبینید اینها حیواناتی هستند که سیر هستند ولی زیادخواه بیشتر میخواهند فقر و فلاکت را برای شما میخواهند و ثروت بیشتر را برای خودشان پس بنابراین این این حیوانات از نظر عدل الهی هم نابودیشان وظیفه شماست چون آن حیوانی که در جنگل به شما حمله می کند برای شکم گرسنه‌اش است این حیوانی که به نام سردار پاسدار بسیجی و, و غیره به شما حمله می کند او شکمش سیر است او ذاتش کثیف است و بایستی او را سرکوب کرد شما آنها را سرکوب کنید نگذارید آنها شما را سرکوب کنند گفته ای دیدم از سردار نادان و ابله به نام سلامی نوشته بود که معترضین به دست اشرار کشته می شوند یا کشته شدند خواستم از ایشان از این طریق سوال کنم اشرار چه کسانی هستند حرف حسابشان با معترضین چه است چه اختلافی بین اشراری که شما نام میبرید و معترضی وجود دارد این اشرار کجا بودند که تا قبل از اعتراض مردم به حکومت خبری ازشان نبود و یک مرتبه ظاهر شدند این اشرار پدر کشتگی با معترضین دارند مگر معترضین چه میگویند معترضین شعار مرگ بر خامنه ای میدهند مرگ بر روحانی میدهند شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدهند معترضین با اشرار طرف هستند پس اشرار جز خامنه ای روحانی و به طور کلی سیستم جمهوری نکبتبار اسلامی چه چیز دیگری میتواند باشد سردار سلامی که همانطور باید سرت بردار باشد در آینده نزدیک مردم را ابله فرض میکنید خودتان از هر ابلهی تر هستید نیروهای انتظامی میفرمایید با معترزین کاری ندارند اشرار آنها را سرکوب میکشند اشرار کی هستند بیایید روشن کنید توضیح بدهید این اشخاصی که اشرار شما می نامید کجا بودند مشخص... مشخصاتشان چیست و چرا دشمن معترزین هستند مگر معترزین چه میگویند هستی آنها را گرفته اید سال چهل سال دارید آنها را میکشید یک بار با قتل های زنجیری یک بار با تیرباران در زندان یک بار با تیرباران در کردستان اعدام های مکرر در زمان حسن روحانی بیوجدان و بعد جالب است کشورهای اروپایی واقعا درندخو حیوان آمدند با جمهوری نکبتبار اسلامی باز هم میخواهند مراودات بازرگانی داشته باشند علا آنکه که آقای ترامپ اعتراض می کند آنها دست از این همه بی بیشرمی بر نمی دارند. شما نمی بینید مردم ایران را میکشند شما با جانیان میخواهید باز هم تبادلات بازرگانی داشته باشید یا مبادلات بازرگانی داشته باشید واقعا ننگ بر شما مردمان کشور شما مانند سیب زمینی بیرک هستند وگرنه به آن رئیس جمهور، به آن رئیس دولت اعتراض میکردن. ننگ بر مردمان کشورهای اروپایی که ساکت نشستند و رؤسایشان چنین تصمیمات میگیرند. ما در اینجا با هیچ کس تعرف نداریم. انگلستان سالیان سال از خون مردم ایران را میمکد. به مردم ایران ظلم کرده است. مردم ایران امروز آگاهی دارند دشمن اصلی آنها کشور انگلستان و دولت انگلستان است دیگر جای انکار باقی نمانده است گرامیان هم هنان هوشیاری و خرد راهکشای کار شماست در مبارزه بایستی شجاعت را با خرد تو سازید وقتی خیر کفداران به سوی شما میآیند، آیند دسته موتورسواران که به صورت انسان میباشند، ولی از هر حیوانی پسترند آنها را با کوکتل مولوتوف از خود دور کنید نترسید قانون جنگل است اگر شما نکشید میکشند شما را نابودتان میکنند برای چه شما سکوت کنید چرا به کلانتری ها حمله نمی کنید چرا آنها را خل صلاح نمی کنید بسیار در ابتدا این کار را کردید باز هم بکنید ادامه بدهید شهرداری ها که در آنجا مانیتورهای های دوربین های خیابان ها قرار دارد حمله کنید آنجا را به آتش بکشید تا مانیتور و مسئولینش با هم بسوزند اینها حیوانند حیوانات وحشی اینها انسان نیستند اگر انسان باشند دست میکشند به مردم ملحق می شوند گول و فریب نخورید دو روز اعتصاب کردید من قبل از اعتصاب چیزی به شما نگفتم ولی امروز به شما می گویم خواستم خودتان ببینید به چشم خودتان ببینید زمان سکوت نیست که در مغازه ها را ببندید و نمیدونم تعطیل بکنید همان بازار که تعطیل کرده از کافی است کسانی که میخواهند بیایند در اعتراضات شرکت کنند بیایید ولی این را رسمیش نکنید وقتی گفتید دو روز اعتصاب است یعنی همه یک حالت تنبلی و کاهلی در خود احساس میکنند که دو روز میتوانند استراحت کنند ولی از این امر بی خبرند که این دو روز فرصتی است که به دشمن داده اید تا به خانه ها برود و فرزندان ایران را در منزلشان دستگیر کند الان زمان مبارزه است سکون و سکوت خیانت است کار را باید یک سره کرد فرصت ندهید. بارها گفتم منازل ملایان را به آتش بکشید و این جانوران وقتی از منزلشان خارج می شوند یا از لونهشان خارج می شوند دستگیر کنید ببرید در زیرزمین خانه هایتان زندانی کنید تا در آینده برای کندن تونل که بسیاری از کوه ها، بایستی کنده شود از آنها استفاده کنیم نان مفتی را که خوردهاند باید به جایش کار کنند آنها نمیتوانند همینطور به بقای خود ادامه دهند شما میدانید آنها دشمن شما هستند به خانه پیشنماز شهرستان یز میروید او را گوشمالی می دهید گوشمالی یعنی چه؟ این چه مسخره بازی است که شما در می آورید؟ حداقل به تلافی دستهایی که با دستور این عناصر کثیف قطع شده گوش او را می بوریدید. نه گوشمالی می دایید. که بداند قطع یک عضو از بدن یک انسان چقدر سخت است انسان ها با عشق و محبت زندگی می کنند ولی وقتی شما در میان مشتی حیوان قرار گرفته اید چگونه می توانید به حیوانات نفهم محبت کنید یا باید بمیرید و بگذارید آنها شما را تکه پاره کنند یا باید از خود دفاع کنید دفاع کردن از خود به این مفهوم نیست که فقط خود را محافظت کنید امکان ندارد شما موضع دفاعی بگیرید در مقابل ده نفر بالاخره یکی از آنها از پس سر با چماقی یا تیری به مغز شما خواهد زد پس بنابراین باید خود را تجهیز کنید امکانات زیادی شما دارید بزرگترین امکانات شما محلهایی هست که در آنجا اسلحه هست می توانید ب... متحدن به آنجاها حمله کنید و آن سلاحها را از آن خود کنید و آنگاه خواهیم دید آیا کسی جرأت دارد بیاید و از پشت سر بانوی را که دارد کمک می کند به یک زخمی مغزش را هدف قرار دهد محبت خوب است ولی در یک جامعه پاک در یک جامعه بالنسبه متعادل مملکت ما در دست مشتی دزدان جنایتکار است که هیچ وقت اینها آرام نخواهند نشست اینان طبق دستور اربابشان انگلستان کمر به قتل شماها بستند و نسل ایرانی را میخواهند نابود کنند عربها، ها ها که به ایران آمدند برای این آمدند که نژاد جدیدی که دو های ایرانی و عرب باشد در جامعه روش کند و کسی که دو ملیتی شد او یک وطنش را به راحتی حاضر است از دست بدهد خصوصا اگر با تبلیغات شستشوی مغزی شود متاسفانه سال قلم میزنم و سخن میگویم که بیایید و از دیدن سریال های ترکی و ایرانی خودداری کنید سرودی میشنویم باز میگردیم این سخن را با شما ادامه خواهم

تنمان. تو باشی رفی بایارم واسه وقتی میترسم دست دستت نزارم واسه وقتی که بگم که شاد بزارم یا وقتی دل شکستم سرمشونت بزارم

درود مجدد خدمت شما نازنینان برنامه رو پی میگیریم شاید اکثر شما عزیزان با سخنان من زیاد موافق نباشید ولی این یک واقعیت غیر قابل انکاره واقعیتی غیر قابل انکار چرا که امروز ما با چشمان خودمان شاهد هستیم که چه جنایاتی در کشور ما می شود و نمی توانیم بی تفاوت باشیم بایستی اندیشه کنیم راه حلی برای مهار این حیواناتی که در داخل کشور هستند پیدا کنیم من در اینجا دوست دارم یک سخنی داشته باشم با کسانی که منکر همه چیز در عالم هستی می شوند و خصوصا منکر خداوند می شوند برخی می گویند وقتی انسان فوت شد درست مانند آن است که اتومبیلی بنزینش پایان یافته و دیگر حرکت نمی کند. و به این معتقدند که در جسم انسان انرژی خاصی است که ما آن را روح می نامیم و این روح یا انرژی از بین می رود و تمام می شود در صورتی که قوانین علمی ثابت می‌کند انرژی به هیچ عنوان از بین نمی‌رود. ولی این صحبتی که من با شما عزیزان دارم شاید بسیاری از شما نشنیده باشید. دانشمندان در برلین آمدند و خواستند ببینند واقعا در جسم انسان روح هست و یا نیست قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک موضوعی را که در رابطه با شخص خودم است برای شما نازنینان بازگو میکنم من در اثر بلند کردن وزنه سنگین دچار پارگی پرده حافظ امعا و احشا یا دل و شدم که خواهناخوا برای عمل جراحی به بیمارستان رفتم شبی که میخواستم در بیمارستان بستری شوم در آنجا آمدند مجددا برای اینکه از بیمه پول بگیرند آزمایشاتی که شده بود تکرار بکنن عصبانی شدم دو سه بار میخواستم بیمارستان را ترک کنم سرانجام آنها گفتند تو را به بخش خواهیم فرستاد مرا روی یک تخت خوابانده بودند که به اصطلاح یک آز... ماینه ای بکنند و بعد اعزامم کنند به بخش در همان حالتی که از درد واقعا در عذاب بودم و سوزش عجیب برای یک آن بیهوش شدم یعنی با دنیای خارج رابطم قطع شد و بعد حس کردم روح من از جسمم جدا شد و رفتم رو به بالا و اب بالا دارم به جسم خودم نگاه میکنم در اون حالت یه مرتبه گفتم نه من نمیخواهم بمیرم چون گویا آگاهی داشتم در اون حالت گفتم نمیخواهم بمیرم یه مرتبه داره بازگشتم و به جسمم و چشمانم رو باز کردم اطراف خودم رو نگاه کردم این برای من خیلی جالب بود چون اتفاقی بسیار تا بسیار نادر و یک بار تاییزن در زندگی من برای من رخ داده شخصی بود که میخواست داستان زندگیش را من به تصویر بکشم و به صورتی کتابی عرضه بکنم و یک قسمت از آن را هم نوشتم این شخص واقعا مسائلی که مطرح میکرد در ارتباط با روح و اینکه چه اتفاقاتی برای او افتاده بسیار تا بسیار جالب و شنیدنی بود این مقدمه را برای شما گفتم تا برگردم به اصل قضیه در کشور بلدین آمدند و گفتند ما بایستی پی ببریم که آیا روح واقعیت دارد یا ندارد آمدند ترازویی درست کردند که یک تخت تخت خواب قشنگ اینو برانکارت روی آن استوار بود و اگر وزنه ای روی آن گذاشته میشد درجه ترازو تغییر میکرد و این ترازو بسیار حساس بود شخصی را که در حالت تقریبا مرگ بود روی این تخت میذارن و بعد با زحمت بسیار بافت هایی درست کرده بودند مانند پشه بند دور تا دور این ترازو رو احاطه کرده بود و به قدری این تارها نازک بود که تشخیص اینکه اینجا تار وجود دارد با چشم غیر مسلح امکان پذیر نبود بعد این شخص را که در حالت مرگ بود روی ترازو گذاشتن وقتی فوت کرد اولا نگاه کردند و دیدند ترازو حدود 300 گرم وزنش کاهش پیدا کرده وزن این آدمی که روی این ترازو بوده کاهش پیدا کرده و از اون جالبتر همان تورهایی که دور تا دور این ترازو بودش و به صورت پشه بند بود در یک قسمت کاملا زده بود بیرون و پاره شده بود اینجا بود که ثابت شد روح وجود دارد و از جسم خارج می شود و حال به کدام مسیر می رود و بعد چه اتفاقی می افتد همان است که میگویند اسرار ازر را نه تو دانی و نه من این حرف معما نه تو خانی و نه من پس بنابراین انسان با اتومبیل فرق دارد انسان دارای روح هست و روح انرژی در جسم انسان هست و هیچ وقت از بین نمی رود ولی علم و دانش تا کنون آجز مانده است که این مسئله را روشن کند در بحث هایی که در برنامه های گذشته برای شما عزیزان من سخن گفتم به نظریه کارل گوستاو یانگ اشاره ای داشتم با دوست عزیزی ما بحث می کردیم حتی ایشان فرمودن که و حرفشون هم منطقی بود گفتن که آنچه که میگن ژن منتقل میشه درست ژن منتقل میشه ولی این ژن خاصیتی نداره جز به عنوان یک حمال که سلول های دیگر رو انتقال میده به نوزاد وگرنه خود ژن هیچ کار خاصی انجام نمیده و آنچه هستش اونم دستکاری میکنم میبینید که بسیاری از میوه ها رو بدون حسه میکنن یا رنگ گل ها رو عوض میکنن به هر حال این بحث های علمی هستش که زمان آن الان نیست منظور و مقصود من از این مقدمه این است که اولا روح وجود داره حال برمیگردیم به یک نکته دیگه وقتی که کمدی الهی دانته نوشته میشه به نام بهشت، دوزخ، برزخ که عزیزانی که مطالعه کردند واقف هستند که خب این کتاب از نظر ادبی حائز اهمیته چگونه است که نصر گلستان زیباست و ارزش ادبی عدوی در ادبیات ایران داره چگونه است که مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری از نظر نصر زیباست و از نظر ادبی ارزش بسیار داره کمدی الهی دانتم همین حالت رو در زبان لاتین داره و ارزش ادبی داره ولی آنچه در کتاب هست وقتی شما مطالعه میکنید همان سخنانی است که در مورد بهشت دوزخ و برزخ در زمان زرتشت هم بیان شده و تفاوتی با هم نداره و نویسنده همون مسائل رو در یک نصر ادبی لاتین بسیار قدرت در این سه کتاب که یک مجموعه است به نام کمدی الهی دانته پیاده کرده نتیجه کلی انسان دارای روحه و این روح نمیتونه وقتی که شریر باشه جنایتکار باشه آینده زیبایی داشته باشه وقتی از جسم جدا میشه نمیتونه یه همچین حالتی داشته باشه اگر به تئوری کارل گوستاویان برگردیم که میگه های مغز مانند ژن منتقل میشن که گفتیم ژن زیاد تاثیری نداره ولی به هر حال منتقل میشن و این های مغز حاوی اطلاعاتی هستند که ما در زمان حیات داریم مثلا به دیدن احسهام میریم آلی رو نگاه میکنیم یا منار جنبان رو بعد فرزند ما برای اولین بار که به اصفهان میره میگه من اینجا رو مثل که قبلا هم دیدم این منار جنبون هم مثل که قبلا دیدم او ندیده من دیدم به فرزند من منتقل شده این فوتون مغزی این به اصطلاح عکس برداری که من کردم در حافظم در یک فوتون ذخیره شده درست اینو میکروپروسر ها در کامپیوتر و حالا با دیدن آلی قاپو یا منار جنبان این فایل باز میشه و فرزند من میگه مثل که من اینجا رو یک بار دیگه دیدم یه نتیجه جالب اینجا گرفته میشه این روح قسمتش میتونه در همین فوتون ها یا این انرژی میتونه در همین فوتون ها به فرزند انسان منتقل بشه شخصی هستش بسیار قدرتمند این میمیره ولی فرزندانش رو ما در حالت بدبختی و بیچارگی در آینده میبینیم این عذابی است که به دلیل ظلمهای پدرش داره میکشه قد ها میگفتند زادان کنند رودان کشند یعنی پدران یا والدین انجام میدن اعمال غلط رو و شون عذابش رو میکشند پس بنابراین هیچ وقت فکر نکنید که چون من در موضع قدرت هستم میکشم خوشم پول زیادی به دست میارم زندگی خوبی خواهم داشت روح شما در فرزندانتون در آینده در نوهاتون عذابش رو پس خواهد داد برای اینکه دنیا عدالت رو به ما الغا میکنه و میگه عادل باشید آنچه پیش خود فکر میکنید مسیح آمد سخنانش رو مطالعه کنید شما حاضر نیستید سوزنی در دستتون فرو بره و ناراحت بشید چه چیزی در وجود مسیح می جوشید که این گونه تمام زجر و شکنجه و ناراحتی رو بر خود تحمیل کرد و جان خودش را داد برای اینکه فرزندان خداوند واقعا بتوانند دنیایی زیبا داشته باشند و محبت و عشق را بیاموزند پیش خود سوال کردید هیچ موقع از خودتون سوال کردید چرا چگونه یک نفر حاضر است تمام این مسائب رو بر خود تحمیل کند اگر اظهار پشیمانی می کرد او را نمی بخشیدند پس بیایید قدری منطقی تر فکر کنید ما اینجا نیامدیم تبلیغ کنیم من خصوصا نیامدم اینجا تبلیغ کنم من میگم با منطق زندگی کنید با خرد زندگی کنید بفهمید خرد امروز به شما میگه شما وظیفتون تو خونتون نمونید از خانتون خارج بشید شما وظیفتون وقتی میان گرک ها قرار گرفتید آنها را نابود کنید نه اینکه آنها را نگاه کنید یا بخواهید با محبت آنها را سربراه کنید آنها سربراه شدنی نیستند بارها از تمام رسانه ها از آنها خواهش شده به مردم بپیوندید با مردم باشید وقتی نمیخواهند پس بدانید روح شریر در اینها وجود دارد و ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر سفندان انسان باید هوشیار باشه ما متاسفانه سالهای سال تحت تبلیغات کثیف دولت بریتانیا با تعالیم مذهبی اسلام که به نابودی آرامش و آسایش از کشورمان انجام شده مواجه بوده ایم و همکنون نیز هستی ابلهان میگویند هزار بار تصویر را بگردان یا الله یا الله بگو بیایید دو دقیقه فکر کنید چه اتفاقی می افتد از ذکر یا الله یا الله بوت بزرگی که در عربستان بود پس بنابراین آمدند و این القاعات رو به جامعه ایران کردند کسانی مانند احمد کسروی صادق هدایت برخواستند برای روشنگری مردم برای اینکه خرد رو بالاترین گوهر از فرهنگ ایرانی می‌دانستند که به ما به ارث رسیده احمد کسروی در کتاب دادگاه خود میآید میگوید بایستی کتاب حافظ را سوزاند مفاتیح الجنان را باید سوزاند وقتی به او اعتراض میکنند این کتاب را به رشته تحریر در می آورد و میگوید من در دادگاهی که اعضای هیئت قضات آن مردم ایران هستند حضور پیدا می کنم و می خواهم ایرانیان هر کدام به عنوان یک قاضی بعد از آنکه من دفاعی خود را بیان کردم رأی خود را صادر کنند او میگوید من گفتم حافظ را باید سوزان چون دوستان عزیز هنوز که هنوز است در اینترنت هم شما کسانی را میبینید که برای شما فال حافظ میگیرند در زمان گذشته پس زانو می نشستند و دلی دلی می کردند و اشعار حافظ را می خواندند. مثلا فلان شخص می خواست بره از اروپا کارخانه ای وارد کنه فال حافظ می گرفت که آیا من بروم کارخانه بیاورم خوب است یا بد است اگر فال حافظ تفسیرش بد تلقی می شد نمی رفت. امروز من میخواهم سر کار بروم آیا خوب است یا بد است یک فال از حافظ بگیرم اگر بد آمد نباید بروم احمد کسروی اینجا یک مقدار افراد کرده نباید کتاب حافظ را سوزان باید مردم را روشن کرد که کتاب حافظ برای اشعار نقذش نوشته شده نه برای فالدیری این را امثال ادوارد بران که این ملایان نجس از او تعریف و تمجید می کنند به ملت ایران القا کرد سخن بسیار است وقت کم همه شما نازنینان را به خداوند یکتا می سپارم تا برنامه دیگر و سخن دیگر شاد و سرفراز باشید وقت به خیر و خدا نگهدار